چه چیزی مردم را به اسلام جمع کرد؟ مردم مسلمان شدن، اخلاق پیغمبر. حالا بعضی ها میگن که مثلا اسلام با شمشیر منتشر شد، این حرف نادرستی. درسته پیغمبر جنگ هایی داشتند، بعد از پیغمبر هم جنگ هایی بوده، اما هیچگاه کسی را به اسلام مجبور نکردن، نه پیغمبر، نه حضرت امیر، نه حکامی که بعد از پیغمبر بودن. حتی حکام ظالم بنی امیه و بنی عباس کسی رو مجبور به اسلام نکردن. حالا اون حکام ظالم براشون مهم نبود، مهم این بود که حکومت بکنه. حالا اون طرف چه کافر باشه، کافر ذمی، چه مسلمان باشه، براش مهم نبود. لذالک اهمیت به این مسئله نمیدادن که این کفار مسلمان بشن، بلکه در بعضی زمانها اصلا نمیخواستن کفار مسلمان بشن. چرا؟ چون که کفار اهل ذمه باید مالیات میدادن مقابل اینکه دولت اسلامی از اونها حمایت بکند. خب میدیدن که این کافر اگر مسلمان بشه دیگه مالیات نمیده، خمس و زکات هم که گردنش نیست، مثلا فقیره، اون پولی که مقدار زیادی که مثلا داشته باشه که خمس و زکات درش هست نداره. نمیخواستن اینا مسلمان بشن، ولذالک این که میگن اسلام با شمشیر منتشر شد، این کلام صحیحی نیست. اصلا پیغمبر هیچ کس را به اسلام مجبور نکردن، حکام اسلامی هیچ کس را به اسلام مجبور نکردن. این کشورهایی که در زمان خلفا فتح شد، این کشورها اگر انسان در تاریخ بماند، مردمش غالبا به کفرشون باقی موندن. یعنی مردم بلاد فارس، ایران، بر زرتشتیات خودشون باقی موندن. مردم بلاد شام و مصر بر مسیحیت و نصرانیت خودشون باقی مونده بودن، کسی مجبورشون نکرده بود. به مرور زمان حسن اخلاق پیغمبر و زیبایی احکام اسلام باعث شد که کم کم اینها مسلمان بشن. به قول یکی از کسانی که تحقیق در تاریخ کرده، میگفت زمان حضرت امیر سلام الله علیه، عرب هایی که غالب عرب ها مسلمان بودند، اما بلاد ایران و بقیه بلاد فارس اینا زیر حکومت حضرت امیر بود، اما غالب مردمش زرتشتی بودند. حکومت مصر زیر پرچم حکومت حضرت امیر بود، محمد ابن ابی بکر در اونجا والی بود از طرف حضرت امیر قبل از اینکه به شهادت برسه، اما غالب مردم اونجا مسیحی بودند، حاکم مسلمان بوده، مردم مسلمان نبودن. در قرن سه از هجرت کم کم غالب مردم مسلمان شدن، یعنی 300 سال طول کشید که با قناعت مسلمان شدن. و دلیلش هم اینه که تا الان که 1400 سال از اون زمان میگذرد، شما در بلاد اسلام که برید، اقلیت های مسیحی، اقلیت های زرتشتی، اقلیت های یهودی، اقلیت های دیگر مثل صابئه در جنوب عراق و خوزستان خواهید دید. تا الان کسی مجبورشون نکرده، اگر اجبار بود هیچ خبری از سایر ادیان نباید باشد. چیزی که مردم را به اسلام جمع کرد اخلاق پیغمبر بود. اونایی که در زمان خود پیغمبر بودن میدیدن، اونایی که بعد از پیغمبر بودن با نقل متواتر و نوشتن در کتاب ها میشنیدن، میخواندن. الان هم در این زمان چیزی که مردم را داره مسلمان میکنه زور شمشیر نیست، الان مسلمان ها در غایت ضعف هستن. چیزی که مردم را داره مسلمان میکنه، یکی از مهمترین چیزهاش اخلاق پیغمبر است. اخلاق پیغمبر هست. وقت الان اگر ما سیره صحیح پیغمبر را به جهان عرضه بکنیم، خیلی وقتا هم هست زمان خود پیغمبر به پیغمبر تهمت میزدن، شایعه پراکنی میکردن بر علیه پیغمبر، بعضی از مردم هم باور میکردن. زمان خود پیغمبر به پیغمبر تهمت میزدن. الان هم در بعضی از کتاب ها یه چیزهای نامناسبی به پیغمبر نسبت داده شده که باید به شکل صحیح و علمی بیان بشه که اینا ناصحیحه،
درست نیست. اخلاق پیغمبر، سیره پیغمبر سیره مبنی بر رحمت بوده، سیره ای که مبنی بر خوش برخوردی بوده.